اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. یک شهر فریاد میزند آری، کبوتری خسته به کنار برجی کهنه می آید و میگوید نه، و تو از همان آغاز نگفتی. یادت هست احمد رضا وقتی سربازی رفتی نامه ای نوشتی که حالا آل احمدم عمامه گذاشت و آخوند شده. آل احمد به مکه رفته بود و خسی در میقات را نوشته بود. چهرت آنچنان آرام و زیبا بود که همه دوستت داشتن. لطیفه های قشنگه. مجلس آرا به معنای حقیقی بودی، با شعرت، با طنزت و با دوستی هایت. هرگز باور نداشتم که از قربت با تو خداحافظی کنم. گوین که با مادرم و برادرم هم در قربت خداحافظی کردم. ماهور، میدانم داری عشق میریزی ولی به یاد لحظات خوب پدر هستی، مادر نازنینت که این همه مراقب احمد رضا بود. شاهید که به هم گفت یک بار دلم حریری، خدای دیگه کی مونده از اون جمع زیبای ما. سلام محمد عزیزم. سلام آقای نوری‌زاده، سلام بینندگان عزیز و حتی سلام احمد رضا. چه کنیم، همه رفقا دارم. چه سال بدیه. خیلی بهروز سورسرافیل، خسروی سمیعی، سید حسینی، دکتر ایدری ملایری، احمد احرار، چه خبره؟ آموزگار قبلش بود. آموزگار اردشیر زادی حتی به نوعی. ایداد ایداد. ولی احمد رضا خیلی جالب بود، چون من هم مبتلا به دیابت هستم، اونجا متفورمین میخورم. بعد احمد رضا دائم برای من نسخه میپیچید چون خودش هم گرفتارش. نمیدونستم. ولی گرفتارش رو شدید. دائم به من میگه آقا صبح که بلند میشی یک لیوان آب نمیدونم آبغوره بخور. یه روز میگفت عناب و سپستون، گیاهای بیابون، دم بکن بخور. تبابت میکرد و خیلی دنبال اینا بود کدوم میوه خوبه برای قند، کدوم میوه بده. بهش نمیاد، آدم فکر میکرد بی خبر از نه نه از خیلی خیلی عمدزاد. این سالهای اخیر خیلی ناراحت کشید وقتی بیرو سور اسرافیل رو پاشو بریدن. از من پرسید تو دیدیش؟ گفتم نه متاسفانه. گفت خیلی بده. شاملو رو که پاشو بریده بودن هر بار که میرفتیم اونجا به پاش نگاه میکردم میگفتم منم اینجوری میشم. میترسید؟ میترسی قلب؟ من باش با از طریق دخترش، دختر نازنینش مرتب با هم با واتساپ تماس داشتیم، مثل همیشه شوخ. حتی با همه واقعا میدونیم که این عادت داشت. عربانی یادتونه کاریکاتوریست به من میگفت این تو اداره دوی بعد از ظهر شروع میکنه به خداحافظی کردن از طبقه پنجم و پنج شیش بعد از ظهر میرسه طبقه همکف، همه رو از خنده بیهوش میکنه. میره اتاق بعدی، میره اتاق بعدی، بسته بینیم مثل آمپول زدن چقدر طول بکشه که همه رو که باور کنید. یه بار تو چند ماه به انقلاب مونده بود اومده بود خونه من. من تو همون ساختمونی زندگی میکردم که هوشنگ بهارلو و همسرش طلعت میرفندرسکی
و این عادت داشت شما رو اونقدر میخندون که بیهوش بشین، ولی تا میدید بهوش اومدین دوباره یه ضربه میزن. بهش گفتم احمد رضا خواهش میکنم آمبولانس صدا کن، من الان سکته میکنم. و تا میدید من یه ذره حالم بهتره دوباره. از طنز خاصی داشت، یعنی هیچ کی اونو نداشت. دقیقاً اتفاقا من که توش با اینکه خیلی من شاعر، خب اون موقعی که من با نادرپور و حسین منزوی اینا تو خیابون راه میرفتم یا شاملو، فکر کنم همه باید بدونن من با اینا دوستم. یکی از الان در پاریس کامبیز گوتن دوست مشترک این جمع ما بود. ولی وقتی احمد رضا رو شناختم دیدم با کلمات عادی که من و شما حرف میزنیم شعر میگه. یک اصطلاحی هست برای خیلی ها به کار بردیم، شاید درست غلط نمیدونم، میگیم نه شبیه کسی بود نه کسی شبیه او بود، احمد رضا احمدی خودش بود. خودش یعنی یه عده خواستن تقلیدش کنه. به هیچ وجه. یه وقت یادم نوریالا، دکتر نوریالا یه مقاله نوشت راجع به احمدی، چون میدونی کاشف او نوریالا بود. به من گفتن فروغ فرخزاد. نه فروغ خوب بد دوست شد، ولی نوریالا در واقع ذات شعر احمد رضا رو دریافت. اون موقعی که ما مخالف با شعرش بودیم، نوریالا دفاع میکرد خیلی جانانه و کتاب نوشت راجبش، چیز نوشت، صور و خیال در شعر فارسی، یه بخشی رو احمد رضا نمیدونست. خیلی هم با هم دوست بودن، خیلی رفیق بودن، احمد رضا، سپانلو، نوریالا، بیضایی، فریدون مویزی مقدم، بعد هم کلاسه مدرسه بودن. میدونی که فریدون مویزی مقدم گفت سال 1119 بهترین ساله برای که من و آیدین آقداشلو و احمد رضا احمدی به دنیا اومدیم. همشون توی جا بودن. عباس پهلوان، مثل که عباس جان دو سال از اینا بزرگتر. در حال میخوام بگم اینا یه جمعی بودن، همونطور که جمع ما، یعنی 10 سال بعد جمع ما به دنیا اومدن، که بعد جمع ما هم رسیدن به نقطه‌ای که تو 25 سالگی سردبیر و دبیر و روزنامه‌نگار و تلویزیون. احمد رضا وجود نازنین، همونطور که گفتی مثل هیچ کسی نبود. فروغ عاشق شعراش بود. بله. و کسی هم مثل همه اومدن عداش رو در آوردن، موج نو، بهرام اردبیلی، هیچ کی احمد رضا نشد. نخواهدم شد. میدونین که فیلم با مهرجویی کارگردان پوسی حرفش میشه و میخواسته بره بازی در فیلمش رو تکذیب کنه، اینقدر عصبانی. بعد میگن آقا نکن این کارو، مگه میشه اینا. خیلی جالب بود، خیلی جالب. خب شاید جان بیام یه مقدارم احمد جان، درود بر تو، بریم از روزگاران بدون. این علم الهدا رو دیدی؟ نه خیر. این آقا جلوی مردم دست گدایی، بعد اشکنه، یادتون رفته حالا مرغ میخوان. نگاه کن فقط اینجا. آقای علم الهدا زمینای وقفی در خراسان، بزرگترین موقوفات مشهد با آقای علم الهدا واگذار شده. یعنی گوهرشاد پیش از 1000 هکتار زمین در مشهد. 1000 هکتار شاهید. ولی سنگ قبر 2 متره. آره، ولی واقعا اینا چی کار میکنن؟ اینا چه میکنن؟ من واقعا یه وقت نگاه میکنم، میرم مثلا یارو رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون، ریاست جمهوریش پایان میگیره، مثل بقیه آقای اولاند قبلیه، اولاند میره میشه تو خونهش، یه مدت سعی میکنه یه کار مفید بکنه، میره شهردار میشه، میره نمیدونم مغازه وا میکنه. یعنی آدم اینا رو که میبینه میبینه چقدر عقب. بله. خب آقا آخرین مطالب تو بالا گفتنی زیاده دیگه. بگو منتظریم. خواهش میکنم. اول از همه هر موقع میای مردم میگن تو حرف نزن، بذار شاهد حرف بزن. شما از این کار در میریم که کمتر بگی. نه ولی واقعا میگم بالا اف این خبر احمد رضا منو خیلی تازه هم است، یعنی هنوز داغ اتفاقم. توی راه آهن تو قطار چند تا نوت برداشتم. یکی دلم میخواست راجب این شلوغیایی که اتفاق افتاد، تظاهرات، و میدونین که خسارت رسمی از طرف شرکت‌های بیمه 650 میلیون یورو. این خسارت هاست. حالا حواشی، یعنی مغازه‌ای که شکوندن تا یه ماه با تعمیر میشه
کارمند حقوق نمیگیره چه 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 چه. اینا رو دولت میده؟ دولت و شرکت‌های بیمه. و بعد یک سوالی هست که امیدوارم مخاطب اینو به اشتباه به قضاوت نبره. اگر این کسی که کشته شد پاتریک بود اسمش، چشمش آبی بودم، همین قد تظاهرات بود و تازه شما نگاه کنین جلوی مغازه زارا یکی از این متعصبین مذهبی رفته اونقدر لباس دزدیده چپاول از زانو تا زیر بینی اینطوری، یعنی جلوشو نمیبینه و داره میاد. این چه تعصب و جانبداری از یک فردی که کشته شده. البته باید همینجا گفته باشم این پلیس مقصره، برای که میتونست به اتومبیل به لاستیک شلیک کنه. هنوز تحقیقات ادامه داره به خاطر شهادت کسی که بغل این نهال نشسته بود. یعنی شهادتش چی بوده؟ میگوید که این قبل از این اون ماشینی که شما میبینین بعد از تیراندازی را افتاد. تیر که میخوره چون ماشین اتوماتیکه پاش از روی ترمز برداشته میشه و ماشین ها رو. حالا پلیس به استناده این میگه زنده بوده خودش رفته. هیچی نگفته، برای اینکه بلافاصله وکیل که برای اینکه خاطیه در هر صورت مگر دفاع از خود، یعنی اونم مسلح بود که نبود. در نتیجه این خب خیلی همه دنبال کردن همه اون بوده، ولی برای مردم تشریح کن چرا این چرا ریشه های مختلف داره و دلایل مختلف. برای اینکه نابرابری اجتماعی در بعضی از مناطق مسکونی زیاده. البته کسی نمیتونه تو فرانسه ادعا کنه که ما دنبال کار گشتیم و بیکار بودیم. نمونش همه پناهنده ها وقتی میان لیاقتشون پزشکی و افسری ولی کار دارن. اینکه بنشینین تا یه شغل مناسب، خب همینی میشه است. بعدم بالاخره گرونی، بعد از کرونا قیمت ها رفته بالا، هزینه ها بالا، روندش بیکاری اومده پایین. ولی خب کسانی رو که میبینیم، بعدم وقتی شما سابکارین طرف میاد با ریش با نمیدونم شرایطی رو میگین که خب شما دنبال دردسر نیست. شلوغی اخیر دلایل وجودیش قابل قبوله ولی نحوه رفتاریش نه. و این فکر نمی کنم کسی ببین این خانومه چی میگه. این خانومه مسلمون آقای شاهید. همینه دیگه، همینه. 23 سال پیش تو خیابون اجور رود بچه همونو برده بود مرسه ایرانی رستم، بعد با خانم هم میرفتیم یه جای قهوه بخور. یه دفعه یه خیلی از این ریشوها با دشتاشه های کوتا، زنه مقنعه، دو تا بچه، یکی تو کالسکه یکی بغلش، آقا هم واسه خودش داشت با پسرش جلو میره. جلو میره. زنه من گفت اگر اینا اینجا رو نگرفتن مثل همونی را و دارم میگیرن. من پاریس میام جلو گاردونات اصلا حیرت میگم این پاریسه. او هتلی که روبروش بود منظر زیبا، الان هتل ترمینوس. ترمینوس، ولی الان که آدم میاد یادت من خیلی وقتا میرفتم اونجا ترمینوس راحت بود، ولی الان که میای این کولیا و این مسلمان ها ریختن اونجا. دیدین که در سوئد یک بابای عراقی، یعنی مسیحی نبود که قرآن آتی زد، عراقی زده. حالا مسلمانای ساکن سوئد دلگیر از دولت سوئدن که چرا یه مسلمان. و با این حال دولت سوئد داره قانونی رو تصویب میکنه، پیشنهاد به مجلس، که نه تنها قرآن، هر کتابی رو آتش بزنین جرمه. چون در واقع یه فکری رو شما قشنگه، حالا میخواد قرآن باشه میخواد کتاب خیلی کتابه. قشنگه. بله دقیقا. میدونین قانون ما کسروی رو خیلی دوست داریم ولی کتاب آتیش زدنش رو محکوم میکنیم. بله بله.
یعنی حافظ وقتی آتیش میزد کار غلط بود. کمون که خمینی وقتی اومد کتابخونه ملی یادته 5000 کتاب بود، هفته دوم سوم آتیش زدن کتابخونه ملی. میدونین که من در ماهای اول انقلاب در پاریس کنار رودخونه سن اونجا کتابای دست دوم میفروشن، کسی برام نگفت، خودم دیدم کتابای رو روش مهر زده بود کتابخانه ملی ایران. یک اون موقع هم فرانک بود، هنوز یورو 5 فرانک. من چند تایی خریدم، هنوزم دارم، ولی گفتم آیا خریدن این کتابا شریک جرم شدن خدمت خیانته؟ نه، از این که دو فکر متفاوت. ستون شیر سنگه تخت جمشید رفت دبی فروش رفت وای وای. خب فرانسه داستانی شد که جمهوری ولایت فقیه این همه آدم کشته، 500 تا دار زده. آقا دی در فرانسه کشتن شوخی. یعنی وقاحت آدم نمیتونه تصور. خب حالا یه سوال دارم، این ماجرای 90 دقیقه گفتگوی تلفنی آقای مکرون با رئیسی خیلی مسئله شد. چرا آخه 90 دقیقه؟ آخه چی 90 دقیقه؟ خیلی ساده است، من که البته اونجا نبودم که، ولی بیانیه الیزه مشخصه. ببینید قبل از آقای مکرون و آقای اولان، آقای سرکوزی گفت که ما گفتگو و مذاکره که با دوستان نیست، که اون رابطه است، با دشمنانه. یعنی شما الان ناتو که امیدوارم وقت پرداختن بهش پیدا بشه، الان اردوغان، زولانسکی، پوتین، چین، اینا مذاکره میکنن. یعنی اگه 90 دقیقه که سهله، 900 دقیقه هم طول بکشه خوبه. آقای مکرون با آقای رئیسی گروگان فرانسوی در ایران دارن، مشکلات و اختلافات مالی و سرمایه گذاری دارن، اختلاف نظر در لبنان و منطقه دارن، ماجرای نفت، برای اینکه خب تحریم روسیه. همین امروز دقایقی پیش دیدم که آقای مکرون گفته که ما موشک‌های دوربرد میدیم به زولانسکی به اوکراین. خب دیگه نفت روسیه که نخواهد اومد، باید از یه جا نفت بگیرن، حالا عربستان هم یه مقدار. اینه که این نوع دقایق طول. ببینین انصاف، حالا امیدوارم توضیح بدی برای اینکه مردم زود ناراحت میشن. خب توضیح بدی. آره ولی امیدوارم میگم، چون من نمیخوام وکیل مدافع جایی باشم. نه واقعیت رو بگو، توی روزنامه شما نگاه کنین کدوم کشور به غیر از فرانسه اومده مخالفین یک دولت رسمی رو از در کاخ الیزه آورده تو؟ یعنی خانم مسیح علی نژاد با دوستانش از اون چارتاق کاخ الیزه که چرچیل و دوکل و کیوکی رفتن تو، اینا هم رفتن تو. دیروز خاتمی روحانی رفتن، فردا هم ایکس و ایگرک خواهند رفت. یعنی دولت فرانسه چیکار باید بکنه؟ رئیس جمهور فرانسه رئیس جمهور ایران نیست، رئیس جمهور اپوزیسیون نیست، رئیس جمهور منافع ملی فرانسه. حالا تازه چی گفتن؟ چه وعده ای دادن؟ آیا مثلا به من و شما گفتن فعالیت سیاسی نکنین؟ درست. گفتن که نمیدونم، نه حالا مثلا این مال برنامه نمایش مجاهدین لغو شد، پرانتز از اون مهمترش انجام شد. حالا میومدن تو خیابون، قبلا هم میومدن، بعدا هم دارن میان. اون یک پرچم پیروزیه برای مجاهدین سالگرد، مثل که مثلا شما تولد آقای رجبی رو بخواین جشن بگیرین. مگر هفته های قبل و یا هفته های بعد مجاهدین تظاهرات نمیذارن؟ از اون مهمتر آقای معاون آقای ترامپ و نخست وزیر سابق شما خانم تراس اومد به پاریس. بله. اون که مهمتر از چهار تا پرچم و شعار توی خیابون انولیده. من میگم دلم نمیخواد از این زاویه نگاه بشه به حرفام. فرانسه اگر جای انتقاد داره، که حتما داره در بعضی موارد، به این موارد بقیه بهتر عمل کرده. نه تنها بهتر از این، همیشه من گفتم فهرست آدما هفتیر که روی سر آقای بنی صدر و رجوی و اویسی و بیاین فرانسه، خود اینا اومدن، لابد یه تشخیص و درایتی داشتن. حالا علی امینی کی اینا کاری نداره، ولی اصولا فرانسه به قانون متکی، نه به سلیقه. گاهی همین قانون به ضرر او رفتار میکنه و ناچار عقب نشینی کنه، کمان که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه بعضی از اعتراضاش درسته و فرانسه رو زیر سوال میبره، اما نه تو همه موارد. تازه یه بارم به شما گفته بودم فرانسه نمیتونه بیرون از اتحادیه اروپا یک تنه بتازه، کمان که کشورهای دیگه هم نمیتونن. البته
شما صاحب صنایع هستید، اگر تو اون تحریما جا ندارید خب میتونید برید با ایران. رئیس جمهور که نمیاد به شما زنگ میزنه میگه نکن. خب وقتی متکی به قانون هستید، یک روز قانون به شما میگه حرکت نکن چراغ قرمزه، یه روز میگه بفهمین چراغ سبزه. پس در نتیجه باید به این دوتا احترام گذاشت. چای جان، فرانسه دائم رؤسای جمهوری جا افتاده و مسن رو تجربه کرد. درباره مکرون که جوان‌ترین بوده، بله، مردم چه جوری حس میکنن؟ الان اون محبوبیت قبلی رو نداره. نداره. یک اتفاقی که تو همه انتخابات فرانسه افتاده و این واقعا استثناست، حب علی و بغض معاویه است. گاهی شما برای اینکه کی و کی نیان جلو به اون یکی رأی میدید. البته بار اول چنین نبود. این اتفاق زمان شیراق دور دوم افتاد علیه لوپن و هیله هم مال میتران بود، اونو بزرگتر میکرد که خودش رأی بیاره، هی دستور میداد که با لوپن مصاحبه کنین و شیراق عصبانی. ولی دور دوم آقای مکرون چون قول انتخاباتی داده بود، کاری نکرد که نگفته باشه راجب قانون بازنشستگی، گفته بود ولی خب یه عده رو تاب نیامد. بعدم سیاست های خارجی موضوعاتی اتفاق افتاد که برای رؤسای جمهور دیگه نیفتاد. همون یه دونه کرونا کافیه. و اوکراین و اوکراین با روسیه، شما الان با جلو روسیه بیستین، امریکا اون ور اوکراین. چقدر روابط نزدیک بود با فرانسه؟ فرانسه و آلمان نزدیکترین رابطه رو شما میدونید که در زمانی که من رفتم به کرملین موسکو، اون موقع یه قانونی داشتن دو بار در سال هیئت دولت تو کشور اون یکی هیئت جلسه میذاشت. یعنی دوره آقای سرکوزی شیراک میرفتن روسیه 6 ماه، 6 ماه دوم اینا میمدن اینجا هیئت دولت. و این خیلی مهمه، البته اسرار پنهانی که نمیگفتن. میخوام بگم یعنی آقای مکرون، میخوام بگم بدشانسه، ولی پرونده هایی که رو میزش اومد که قبلی ها هرگز نداشتن. کرونا در ضمن مژده بدم آقای دکتر یزدان پناه که مشاور ویژه آقای مکرون بود در پرونده کرونا، نشان لژن دونور هم بهش دادن. روز یک شنبه ایشون رو دیدم و ایشون دعوت رو پذیرفتن که بیان در برنامه نامه و یادها. افتخاری است، باید مردم ایران بدونن که در خیلی زمینه ها ایرانی ها افتخار آفرین هست. یک کار دیگه هم کرده خیلی من خوشم، این پروفسور صادقی عزیز رو، اینقدر این انسان رو من دوست دارم. جواهره، اصلا یک آدم یونیک. فکر کنید یه پروفسور قلب در سوئیس زندگی میکنه، در ایران بیمارستان ساخته، پدرش مدرسه بنیانگذار مدارس بوده در خراسان. آخه آدم یه همچی شخصیتی رو دکتر خیلی دوست داره. 94 سالشونه ایشون، ماشاءالله. سال من یه خود ناراحتی داشتم، ایرزا چته چی شده؟ یعنی مراقب ما هم هست. میدونین که یکی از ویژگی‌هاش، شاید بینندگان ندونن، ایشون در 20 سالی که ریاست بخش قلب بیمارستان لوزانو داشت، شوخی نیست، اونجا رئیس بخش بودن، شاگردان ایرانی هم داشت. این بار وقتی خودش نیاز به عمل قلب پیدا کرد، میتونست در سوئیس که همه آرزوشو دارن مورد عمل قرار بگیره، پول بیمه هم هیچی نده، از جیبش 15,000 فرانک سوئیس برد ایران، به بهترین شاگردش گفت من دلم میخواد این شاگرد منو عمل کنه. دولت سوئیس هم طبق قانون گفت اگه میخواستی عمل کنی تو امریکا تو عمل میکردی، رفتی اونجا ما نمیدیم. ولی خوشحال بود که به بهترین شاگردش اونقدر اطمینان کرده که میگه بیا قلب من عمل. این کار بزرگش خیام 7-8 زبان، سه زبان چه کرده، برای منم فرستاده، افتخار داده به من. و نمیدونم این آدما واقعا چه نوع انسان هایی هستن. و اون یکی دوستمون، بله، غریبی، اون که خانه ایران به معنای واقعی نزد اون غریبیه. بله. این کراواتی هم که من زدم هدیه اوست. نمیدونستم. بله. ولی هم رنگ، ولی هدیه اوست. به منم داد ولی رنگ دیگه. میدونید که طبقه بالای رستورانش، بله، مثل چیز میمونه، نمایشگاه فرش شد. همینو میخوام بگم، به محض اینکه میبینه اونجا کسی جذب فرهنگ ایرانه، اولا میبینید چه خط خوشی داره. دفعه دیگه میارم جلو دوربین نشونم،
عجب خطی داره. برای من نوشته بود که عجب خطی داره. و تا میبینی یه مشتری که اومده اونجا غذا بخوره به ایران و اینا، برش میداره اولا یه کادو بهش میکنه، میبره بالا، تابلوها رو نشون میده، فرشها رو نشون میده، توضیح میده. یعنی وزیر ارتباطات فرهنگی در بیرون مرزها. شاهد خیلی جالب، سوئیس از این آدما توش زیادن، آدمای این تیپ همه جا هستن. آره، ولی مثلا اردشیر خان هم یه کسی بود، اون پروفسور سال میدونین سر قبرش یه دونه میدونین وقتی که شام میخورد شبیه همین میز، میز گرد داشت برای اینکه کمرش درد میکنه، میچرخون دوست داشت پذیرایی کنه و بعد به مستخدم میگفت دست نزن، خودش اینا رو از پنجره پرت میکرد که پرنده ها بیان. اون روز دیدم سال اولی که با هم رفتیم اونجا برای مراسم، خب هنوز سنگ قبر نبود. بله. ده روز پیش که اونجا بودم، دو هفته پیش، دیدم یه لونه پرنده گذاشتن که کسانی که بازدید میرن به عادت آقای زاهدی یه چیزی برای پرنده اونجا برای پرنده ها بذارن. گفتم با نبودنش هم قضا نیست. هیچ خبر نداری که ویلای روز چی شد؟ اونجا فروخته خواهد شد. و راه دومی هم نیست یعنی، ولی خوشحالم که در نبودن ایشون حقایقی رو که لازم بود و چقدر به ایشون تهمت می‌زدن و من نمی‌خواستم در زمان حیات و حتی الان هم نمی‌خوام خیلی چیزا رو بگم، اسرار رمز نیستم، صندوق نگو، چیز مهمی نمی‌دونم، ولی اونقدر که می‌دونستم و گفتم که در مورد قاسم سلیمانی واقعا نمی‌دونست، می‌دونست یک ایرانیه، کما که برای زمان شاه هم گفته بود این سربازی که کشته شد برای شخص پادشاه کشته نشد، برای ایران کشته شد. و اون روز هم پای اون رسانه نگهش داشتن و این 20 دقیقه حرفای دیگران رو شنید و فکر کرد این یک افسر ارتش، ولی برای پشیمون هم نبود از اینکه گفته که به هر حال یک خارجی اومده یک هموطن ما رو کشته. بگذاریم. نه، مواضع کانتروورشالی میگیره ولی رو صداقتش بود، ادا در نمی آورد. گفت من اگه می‌خواستم اموالمو پس بگیرم تا پایان دنیا میتونستم منافع مالی داشته باشم. به هر حال مثل هر انسانی در 90 و چند سالگی میتونین انتقاداتی بهتون وارد باشه و درست هم باشه که مال ایشون هم هست، من و شما هم حتما اگه به این سن برسیم تازه مال من و شما همین الانش هم هست. اینه که شایی جان یه درنگ کوتاه میکنیم، یک آهنگ مخصوص تو گوش میکنیم. درود به فرامرزجان اصلانی، عجب زیبا بود فرامرز. من این شعر تو هر وقت میشنفم یاد اون شبی میفتم که با شکرنیا اومدیم خونه، بعد نشستی این شعر رو خوندی و یک شعر دیگه که باز از امیریه بود و محلم. من دلم میگیره تمام این لحظات رو ما دست دادیم. یعنی خمینی جنایتی کرد و بعد خامنه ای یه نسلی رو محروم کرد از وطنش، از پدرش، مادرش، برادرش، خالش، مادر بزرگش، همه کسی رو از ما گرفت. ولی راه حل داره آقای نوری زاده. به نظر من چنین ترانه هایی این ارزش و امید رو به همه میده. حالا ما که به قول معروف دهه آخریم، ولی به دفعات گفتم تنها شانس باقی مانده در نه تنها در ایران، در جهان فرهنگ. و این جور ترانه ها میره جلوی، از روایت داریم، از شیره تو قاب عکس بود اومد پایین دوتا رو خورد و دوباره برگشت اونجا. بذارین اون دوتا قاب عکس بیاد جلوی این ترانه فرامرز اصلانی و دیگر در ابد این جور فاجعه ها تکرار نشه. حالا افتاد به ما، خب جنگ جهانی اول هم افتاد ما نبودیم، حالا این جنگ جهانی سوم هم این باشه دیگه چهارمی برای نسل های بعد نباشه. من توی زیر آسمان پاریس، حالا تبلیغ باز برنامه هم نیست، دنبال اینم. یعنی نه به چپ کاری دارم، نه به راست کاری دارم، نه به چاق، نه به لاغر، نه فرهنگ نجات دهنده انسانه. حتی به نظر من مذاهبم به دروغ از راه فرهنگ وارد شدن، فرهنگ انسانی بودن رو تبلیغ کردن. مذاهب، الان برات میگم، مذاهب به خودی خود عیبی نداشتن، هر کسی اعتقادی داشته برای خودش. زمانی مذهب فاجعه میشه که حکومت کنه،
این در تمام تاریخ وقت که پاپ حکومت میکرد، اون وقت که شاه سلطان حسین بود و ملا باقر مجلسی شمشیر امام زمان رو به گردن به پشتش میکرد، یعنی حکومت که میرسه مذهب آلوده، مورد نفرت، مورد. الان در ایران چند میلیون نفر برگشتن اتئیست شدن، بالاترین رقم رو در دنیا داره، یعنی یه چیز اتفاقا دکتر آشوری به این مسئله اشاره میکرد، یه رقم عجیب غریبه. بنابراین میخوام بگم این مذهب، خب بذار برگردیم به اخبار دیگمون. یک در واقع میخوام بگم فرانسه در این نشست ناتو بله حضور داره فرانسه. بله همه بله. تمام اعضای ناتو شرکت، آقای بایدن از اون بره بله. امریکا اومد. آیا فرانسه در اوکراین این نقش اصلیش رو ادامه خواهد داد؟ یعنی 100%. حالا که داره روز به روز بیشتر، برای اینکه اول از همه خانم کاترین کولونا وزیر خارجه گفت، اگه یادتون باشه من پارسال رفتم مارسی بله. روزی که کمک‌های اهدایی فرانسه از طریق کشتی سیما میفرستادن، من اونجا فیلم برداری کردم، با وزیر خارجه‌ام مصاحبه کردم. منتی هم فرانسه نداره، برای اینکه اعضای ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان هم پا به پا داره میاد، ولی فرانسه یه خورده هم صف اول ایستاده که همیشه چنین بوده، هم علنی‌تر و با سر و صداتر واکنش نشون میده. الان ناتو چند تا ظاهر و پنهان داره. یک، حضور آقای اردوغان، کسی که در برابر کودتای اوباما برنده شد، بلند شد رفت پیش آقای پوتینی که هواپیمای او رو انداخته بود، بعد اجازه نمیده سوئد بیاد توی ناتو، و استدلالش هم اینه که میگه وقتی سوئدی که تروریست ها رو نگه میداره، ما چجوری تو ناتو بهش اطمینان کنیم؟ ولی حالا چون یه خود از حالتهای سیاسی وضعیت میدونه استفاده کنه، بهانه آورده، میگه میخواین سوئد بیاد توی ناتو، پس ما هم باید بیاییم تو اتحادیه اروپا. و مخالفین میگن یعنی تو بیایی توی اتحادیه اروپا که جمهوری اسلامی بشه هم مرز با اتحادیه اروپا، یه شوخیه. البته بعید میدونم که منم بعید میدونم. بعدم یه دفعه سرکوزی گفت خب اگه همه کشورهای اروپایی بیان تو اتحادیه اروپا، دیگه اتحادیه اروپا چه ضرورت وجودی داره؟ خب خود کشورها هستن دیگه. همیشه تشکلات اتحادیه اروپا با 6 کشور شروع شده، ولی الان بعدم ترکیه بخش اعظمش تو آسیاست. خب وقتی به شاعران ایرانی میرسن آره. ایرانی هن. وقتی به این بره توریست و مایه آره. دو تیکه میرسن اروپایی هن. البته خود خانم اردوغان که میدونین حجاب اسلامی بله، برخلاف آتاتورک. چه لباسایی هم میپوشه، مثل زن رجب، مثل خانم رجبیه بله. شیک آخرین مدر مزون، ولی بله اون خوش رنگتر و خوش لباستر میپوشه. ما خانم رجبیه نخیر بله. برعکس به نظر من شما اردوغان. بد سلیقه اینا. نه اصلا زن اردوغان لباسای بسیار گرون قیمت بله. میپوشه، اون روسریش اصلا معلومه بله. ولی به هر حال قصرم که ساخت و 4000 اتاق سلطان سلیم، قصری که اردوغان ساخت تو بله بله من عکساشو ندیدم، ولی کی بود به من گفت قصر سلطان سلیم. یکی از رفقای روزنامه‌نگار عرب ما که رفته بود اونجا با هیئتی، برای من میگفت آقا تو قصر رو هیچ جای کشور عرب مثل این نیست. میدونین که بزرگترین فرودگاه جهانو ساخت؟ چه فرودگاهی؟ من ندیدم. من فرودگاهشو رفتم، خیلی بزرگترین فرودگاه. یعنی شما میگه بالاخره مالیات اینا ملت یه چیزایی رو تحمل میکنن، بالاخره ببین یه دموکراسی وجود داره بالاخره. بله بله بله، یعنی در انتخابات حریف 48 درصد رای میاره. کلک زد و بازنده بود تا یک هفته قبل. بله کلک زدن اون آقا رو آوردن ناسیونالیست و بله هزار و یک چیز. ولی به هر حال به نظر من شما نگاه کنین 44 سال گذشته، جمهوری اسلامی موفق شده اجازه 80,000 بشکه نفت تولیدش رو در روز بگیره. ما در اوپک تعیین کننده بودیم، رئیس بودیم به اوپک، به بقیه کشورها میگفتیم ساکت. حالا اینو جز افتخارات جمهوری اسلامی که توی تحریما 80,000. دیروز شاه جان یه چیزی پخش کردم، شاهو باش مصاحبه میکردن بله. که اگر
مخالفان اسلامی شما روی کار بیان چه اتفاقی میفته؟ گفت کشور 1500 سال میبرن اقل. پیشبینی خیلی دقیقه. خیلی چیزای دیگری هم گفت که اون موقع شما شهبانو رو میبینی و نه اونقدر که همه فکر میکنن، حالا در حدی که میبینی میخوام بگم حال و رویت چطوره؟ نباید بگم شاید، برای اینکه یکی از دلایل احترام من به ایشون که به امروزم بر نمیگرده، از احمد رضا احمدی میگفتیم خدمات فرهنگی، کیست که ندونه کیارستمی هر بار میرفت مراکش شهبانو رو میدید و از وضعیت گله میکرد. خدمات فرهنگی شهبانو به کنار، ولی کسی که مادریست که دو تا فرزند از دست داده، حالا جمهوری اسلامی اعدام نکرد ولی مادر مادره، بله، همسرش رو از دست داد، امکانات رفاهی سیاسی هر چی که اسمشو بخواید بذارید از دست داد، ولی هر جا ده بار شده یک کسی به من گفته من یک کتاب نوشتم، یک کسی گفته من یک تابلوی نقاشی دارم، ایشون در 82 سالگی قبول کرده که تماس تلفنی، تماس تصویری، تماس حضوری و آدم گشاده رویی که در پنهان خودش در درد دلش میگه من خیلی وقتا انرژی از دست میدم، تلفنی از تهران نگران جابجایی فلان تابلوی موزه به جای دیگه است، نگران گنجینه‌های موزه و هنر ایرانه. به هر حال احترام من به ایشون احترام اتفاق و عمل، نه فرد و مقام، میدونین. و بعد شما نگاه کن یه بانوی جوان بوده، همسرش رو دست بوده، 40 سالش، 4 تا بچه جوان داره، یه دونه تصویر بد از اینا چاپ نشد. میبینی مثلا نمیدونم اوغوز چهارم نبیره پادشاه آلبانی مست و لایقل یه گوشه افته، ولی اینا تمام با حشمت. دیدی که شاهزاده رفت و با ریچارد برانسون تو جزیرهش؟ نه ندیدم. همین ویرجین و این تشکیلاتی که ریچارد برانسون داره جزیره هم داره، شاهزاده رو دعوت کرد رفت اونجا و چه احترامی گذاشت و اینکه روزی که ایران آزاد بشه بیاد سرمایه گذاری کنه، شرکتاشو بیاره تو ایران. خیلی میدونین که الان اپوزیسیون، البته این حرف من نیست، از یکی از همکارهای مطبوعاتیه، ولی خب چون فوت کرده، اپوزیسیون اگر موفق نمیشه بخش اعظمش هدفش براندازی رژیم نیست، بله، مخالفت با خانواده بله. من یک سوالی دارم آقای نوریزاده، اگه شما هم جوابی دارین لطف کنید. فرض کنید این چیزایی رو که شاهزاده میگوید خانم ایکس یا آقای ایگرگ گفته بود، چه ایرادی یک کسی بیاد به من بگه خط دوم جمله سوم غلطه؟ یا در یه مقایسه دیگر، الان از مجاهدین میگفتین، دلیلی هم نداره با خصومت با اینا صحبت کنیم، کدوم تفکر سیاسی میگه بیا کمک کنیم رژیم رو بندازیم، رأی بگیریم، امیدوارم شما انتخاب بشید؟ بله. همه میگن مبارزه کنیم که ما بیاییم. رئیس جمهور مجاهدین الان 30 سال رئیس جمهور، بدون رأی مردم ایشون منتخب ریاست جمهوری، ایشون داره میگه کمک کنیم، اتحاد تا پای صندوق رأی. من حتی یک جمله فراتر میرم، به سهم یک نفرم، توهینی به کسی نیست، حتی در فردای ایران صندوق رأی بگذارید برای آقای خامنه ای، برای طرفداران آقای خامنه ای، برای امام چهارم و دوازدهم و چهل و سوم. از چی میترسید اگر به دموکراسی باور دارید؟ میدونید من خیلی دفعه با کسانی که مخالفن مصاحبه میکنم، حتی توهین میکنن، میگه خب اینو در میاری، میگم نه، شما گفتی. دموکراسی یعنی که تحمل شنیدن، و متاسفانه اپوزیسیون ایران خیلی بده. یکی از بدبختیاش، حتی نه ایراد، بدبختیش آخه چرا؟ اینه که تحمل دیگری رو نداره. الان هم که مد اصلا انگار مشکل کل ایران شاهزاده رضا پهلوی، من نمیدونم قبل و بعد ایشون هر کی میاد برای اینکه معروف بشه یه مش میزنه. بعد دیدی اومدن از پلکون ایشون رفتن بالا، بعد از اون بالا ضربه زدن. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره اون جلسه جورج‌تاون رو، چقدر در مردم ایجاد شادمانی کرد، چقدر فضا رو عوض کرد. یک نفر به من گفت، بی ربط هم نیست این تحلیل، وقایع اوکراین اپوزیسیون ایران رو شکست داد. جمهوری اسلامی
با اتاق فکرایی که به هر حال اینو باید بپذیریم که هوش هم پیش پلیس هم پیش دزد قرار نیست که فقط یک طرف هوشمند باشه، دزدا هم میتونن باهوش باشن که جمهوری اسلامی 44 ساله هست، هم در دزدی و هم در فساد و هم در جنایت. برای همین ماجرای اوکراین و رفتن کمک به، الان دیدم که این خانم الیزابت روسکوف که گذرنامه روسی داره، یعنی هشت شبی یا هر گروهی که اینو دزدیده باید جواب آقای پوتین رو بده. این دفعه دیگه امریکا و فرانسه نیست 5 سال طول بدن. اون بلژیکی بدبخت خواهرش رو دیدم، تعریف میکرد چی بشه، علنن گریه کرد، علنن گریه کرد. زندان سلول انفرادی یا آدم بنیاد حقوق بشری بدون مدرک، اگر جاسوس بود چرا آزادش کردین، نگرش میداشتین، دادگاه بین المللی میکردین، بی گناه ترین فرد. شما همه اینه که گرفتن جاسوس، جاسوس حالا بعضی ها رو من شنیدم بیشتر دانشگاهی مد قضیه است. حالا یک آقایی رو میشناسم تحلیلگر روسیه راجب آقای پوتین میگفت، میگفت میگن آقای پوتین کارمند کاگبه بوده. خب این در آلمان شرقی کشور خودیه، اون کارمند کاگبه بوده، جاسوس نبوده، برای اینکه از خودش که به خودش جاسوسی نمیکنه. ولی احتمالاً اون کسی که از امریکا میره تو عراق و سوریه نمیگم جاسوسه ولی میتونه باشه. حالا در جمهوری اسلامی میگه دمیرن شاید وظایفی دارن ولی مدرکش رو رو کنین. نه بعد اون کسی که جاسوسه در این حده نمیره عکس آهو بگیره توی خب نیست که کامپیوترها رو میگیرن و بعد بر اساس اون مطالب تو کامپیوتر. ولی باز حرف دوم من اینه که وقتی جاسوس، مثلا من الان میام تو انگلستان چجوری میتونم جاسوسی کنم؟ باید به یه جای دسترسی داشته باشم، به گاوصندوق اتاق شما یه چیزایی بدونم. اسرائیل میاد شب چند تن اسرار رو لوام داره میبره. ببینین این جمهوری اسلامی چه جنایتی در حق ملیت ما کرده واقعا. که ما خارجی میاد در کشور ما موفق میشه ما شاد میشیم، عرق ملی ما کجاست؟ حالا موضوع اسرائیل نیست، هر کی بیاد ما عرق ملی داریم ولی اینا رو اشغالگر ایران میدونیم. من همیشه اینا رو به عنوان نیروی اشغالگر فکر کردم، یعنی ایرانی. ببین آقای شاهید عزیزم، دوست نازنین 50 سالم، نگاه کن در کدوم اینا رو عرق ملیت دید؟ اصلا کلمش هم نمیشنه. اصلا ملیت از حضرت فردوسی دفاع کنن کدومشون رو دیدی؟ روایت داریم. نه شعرهای فردوسی رو در بردن کتاب درس. روایت داریم. شعر آرش کمانگیر سیاوش رو در آوردن، ایوان مدائن رو در آوردن کتاب یادتونه درست. اولین عشق دبستان مال این شعر بود، چقدر قشنگ. هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، بند سر هر بند پندی دهدت نو 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 بشنو. بله زل بندانه این قصر، نه ما بارگاه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خزم ایدا. یه چیز جاهلی آخوندی هم بود دیگه، میگفت ما میخواستیم حضرت عباس بشیم این شدیم. آره. تو که میخوای ما بشی چی میشی؟ آره. گفت ارمنی هم گفته بود، هموطن ارمنی گفته بود این که امامشونه وای به حال شمرشون، اون چی بود؟ بعد اینا میدونی حالا با اندوه شروع کردیم به کمی با لبخند. یه مسیحی رفت توی مغازه گفت آقا یه عکس عیسی مسیح رو بده. طرف هم یه عکس عیسی رو بر صلیب داد، گفت چند؟ گفت 1000 تومان. 1000 تومان. همون موقع یه مسلمون اومد گفتش که لطفاً یه عکس امام خمینی رو بده. یه عکس امام خمینی داد، گفت چند؟ گفت 2000 تومان. امام خمینی گفت الان دید هموطن مسیح اومد تا بهش کن، گفت تو یه عکس امام خمینی رو بر صلیب به من بده، من 10000 تومان بدم. مقایسه نامربوطیه ولی خب میفهمم. حالا میگم یعنی چون او وقتی چیز بود صورتش رو برد گفت صورت چپتون رو بیارید ایشون میگه بله دوتا رو بزن. خب شاهی جان ببخشید، خواهش میکنم، یک صحبت دیگم که میخواستم، بله بذار من اینجا نگاه کنم. این جالبه که آقای زیبا کلامو
اینا علیه ولایت فقیه حرف میزنن. خیلی جالبه اینا زیبا کلامی که عضو شورای انقلاب فرهنگی بود و اینا. یک نکته جالب دیدم، آقای دکتر پیروز مشتاقزاده، بله میشناسید؟ بله. ایشون در لندن بودن، جزء گروه های مبارز در هایت پارک میرفت، بعد بالاخره رفتن ایران تدریس میکن. اینو میخوام ببینی اظهارشون گوناگون کشور ولایت فقیه. نگاه، مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ آقای خامنه‌ای درست گفت، عین واقعیت بود. به زبان دیگه من ترجمه میکنم که ایشون چی گفته. مگه شما منو ولی مطلق نکردید؟ رفراندوم یعنی چه؟ برید میکنم چون ولی فقیه هست. ولی فقیه یعنی ولی سرپرست مردم هست. بله. رفراندوم یعنی چه؟ رأی یعنی چه هست؟ دموکراسی یعنی چه؟ دو تا ضد و نقیض هستن. اگر ولایت در کار هست، نظر یعنی چه؟ رأی یعنی چه؟ ولایت میفهمی یعنی چه؟ یعنی مردم صغیرن و ولی دارن، سرپرست دارن. آبا صغیرا باید هر روز بیرم نظر بدن که سرپرست نیاز به سرپرست و ولی دارن. قشنگی دیگه از مجتهدزاده این آدم بشنوه. خیلی با رندی یا آقا خودتون منو کردین ولی فقیه. راست میگی. ملتی که یادته نگاه میکردیم، ملتی که فریاد میزد تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. تلویزیون یادته بعضی از همکارامون چه کار کردن اون شبی که پرویز نیکخواه رو آوردن؟ من دیگه اون اومده بودم اون موقع. من برعکس، من نه، من تا شنبه انقلاب 22 بهمن، یک شنبه 22 بهمن 4 بعد از ظهر، من شنبه تا 3 بعد از ظهر، 2 و نیم بعد از ظهر، همکارا گفتن آقا برو تو نه کارمند رسمی هستی نه نمیدونم به جای متصلی، به خودی برای چی موندی و تمومه. و من گفتم بهتون که 5 ماه حقوق نگرفتم آقای قدرت‌زاده. بله میدونم، یادم. ممنونم شاهی جان. باز وقت مثل همیشه. چقدر وقت تموم شد. جذاب میگذره که ولی یه بار دیگه به ماهور احمدی تسلیت بگیم. ماهور جانم و مادر عزیز، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دوست و همکار عزیزم محمد رضا شاهید که همه جا حضور داره، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.